با آنکه ایران تداوم سیر نزولی قیمت نفت را برای سال آینده پیش بینی کرده و بودجه سال آینده کشور را بر اساس بشکه 35 دلار تنظیم کرده است. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران تاکید کرده است که ایران مصمم است صادرات نفتی خود را به میزان پیش از اعمال تحریم ها برساند. برخی از تحلیلگران گفتند در واقع آقای زنگنه برای افزایش صادرات نفتی کشور و توانایی فروش نفت در بازارهای اشباه شده جهان از یک استراتژی و یا سیاست سبودی استفاده میکنه بدان معنا که وی در نظر دارد در پس و تحریم در کوتاه مدت دست کم صادرات نفتی کشور را روزانه 500 هزار بشک افزایش دهد دوم که با استفاده از تخفیف متعارف در بازار بتواند نفت خود را به فروش برساند و سرانجام آنکه با خرید و ساخت پالایشگاه های نفتی در کشورهای وارد کننده فروش نفت خود را تضمین کند کشورهای دیگه تولید کننده دارند دکتر جمشید عسدی استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس میگوید اقتصاد مقاومتی مخالف سرمایه گذاری های خارجی است و از این رو وی به نتایج سیاست های نفتی ایران خوشبین نیست آنجا که جمهوری اسلامی امروز اعلام کند نشان دهنده آن است که جلب سرمایه گذاری خارجی رو که میخواستن بکنن برای اینکه بسیاری از پروژه های نفتی رو گازی رو راه بندازن امروز کمی مایوس و دلسرد شدن و با توجه به شرایط کشور امیدوار نیستند که مثل آنچه که فکر میکردن بعد از برداشتن تحریم ها میتوانند به اون موفق بشن موفق بشن قابل تعجب هم نیست به خاطر اینکه وقتی مقام معظم رهبری صحبت از اقتصاد مقاومت میکنن کشوری نمیتواند به خارجی بگوید ما در برابر تو مقاومت میکنیم و در این حال سرمایه تو رو میخواهیم جلب بکنیم چون در این شرایط بومبست قرار گرفتن سعی میکنن تصفیه خانه های رو در کشورهای دیگه بخرن دکتر اسدی میگوید چنانچه صادرات نفت ایران افزایش یابد بالا رفتن درآمد نفتی عمدتا صرف سیاست های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران یعنی کمک به حزب الله حماس و جنگ در یمن و سوریه خواهد شد مردم باید بدانند جمهوری اسلامی از تعهداتش در سوریه در یمن در لبنان کم نکرده از تعهداتش در مورد سرمایه گذاری های عمرانی و سرمایه‌ای کم کرده پس درآمدی که قرار است به سرمایه برسد به عمران کشور برسد باز هم کاهش پیدا خواهد کرد و این شرایط دلپذیر رو به آینده ایران ترسیم نمیکنه کاهش قیمت نفت صدمات عمده به درآمد کشورهای صادر کننده این نفت به ویژه عربستان سعودی وارد آورده و کسری بودجه این کشور را به بالاترین سطح تاریخ خود رسانده است تصمیم ریاض به کاهش از اینهای دولت کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیاتها نشان می‌دهد که کشورهای صادرکننده نفت امید به افزایش قیمت نفت را در سال آینده از دست دادند. بابک راد صدای آمریکا